سلام دوستان، شبتان بخیر. قبل از اینکه برنامه آواز افغانستان شروع شود، ما به چند زونه کشور سفر کردیم. از هزاران علاقمند 120 بهترین به گزینش نادیده آمدند. یاورای ما به خود تیمای 16 نفری تشکیل دادن. هزار یاور ما 16 نفرش به نبرد روبرو آمد. نبرد روبرو قسم بود که یاورا اشتراک کننده هاش جورایی آهنگ میخوان، نظر به هجای امو شبش، نظر به ویژگی صدایش، یک بهترین خود در برنامه حفظ میکرد و از هر یاور ما یک بهترینش از برنامه خدافیزی میکرد. مجموعش میماند از هر یاور ما 8 نفر از هر یاور ما به مرحله یک قدم تا قهرمانی را پیدا کردن. مرحله یک قدم تا قهرمانی قسم بود که هم شما میتونستین توسط آرای بلندتان اشتراک کننده را حفظ کنین و هم یاور ما حق صلاحیتی را داشتن که یک اشتراک کننده خود توسط صلاحیتی که داشت در برنامه حفظ کنه. تا دو بهترین از یاور ما، وقت از یاور ما دو بهترینش در برنامه مان صلاحیت حفظ کردن از یاورا گرفته شد. فقط تصمیم به دست شما آمد که شما کی را انتخاب میکنین که در مرحله 4 بهترین را پیدا کنه. فعلا ما از یاور ما یک بهترین در برنامه داریم. البته 4 بهترین از هر یاور ما یک بهترین که مجموعش 4 نفر میشه کاندید آواز افغانستان است. فردا شب تماشا میکنیم که به کی شما رأی زیاد دادین و لقب آواز افغانستان کی از آن خود میکنه. قبل از اینکه سر صحبت با یاورا و اشتراک کننده ها شروع کنیم، یک مرور کلی داریم از ابتدای برنامه آواز افغانستان تا ایده. برنامه آواز، برنامه‌ای که در حال حاضر پرطرفدارترین و پربیننده ترین برنامه رقابتی موسیقی در جهان است. این بار ابتکار طلوع جهت رشد و پربار شدن موسیقی افغانی به طور رسمی و قانونی به افغانستان آورده شد. نظیر این برنامه ها تا حال در تلویزیون های کشورهای همسایه دیدن نشده و این خود نشانه از یک افغانستان آباد و در حال پیشرفت است. بزرگترین برنامه جهانی آواز افغانستان با یاوری یاوران چون عبید جوینده، صدای گرم و گیرای افغانستان، آریانا سعید با روی بهترین سرودها، قیس الفت از خانواده هنر و هنرمند و نظیر خاران، آهنگساز و آوازخوان بی‌نظیر، با کار و تلاش افغانان با موفقیت اولین فصلش را به پایان می‌رساند. طلوع رسانه‌ای که حالا در خانه هر افغان و در هر گوشه و کنار افغانستان می‌درخشد، با تلاش خستگی ناپذیر برای خوشی شما می‌اندیشد. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. امشب اشتراک کننده های ما براتون آهنگ نمیخوانه. امشب میخواییم از زندگی شخصیشان شما را با خبر بسازیم. البته یارای دوستاشنی ما از 16 بهترین تا حال امرای یک بهترینش که مانده خاطرات جالب داره. سر صحبت ها را قبل از اینکه با اشتراک کننده ها و یاورا آغاز کنیم، یک وقفه کوتاه داریم. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. فعلا در کنار ما دو یاور دوستاشین آواز افغانستان با دو اشتراک کننده ایشان هستند، آریانا جان سعید و عبید جان جوینده. سلام علیکم، خوش آمدین. السلام علیکم. سلام خدمت شما. خب اگر عبید جان خفه نشم، میخوایم اولیت از خانما هست از آریانا جان سوال کنم. کاملا. آریانا جان، میشه که یک خاطره جالبت از 16 بهترین که تا حال امرای صدیق بودی، یک خاطره جالبت از صدیق قصه کنید؟ صدیق جان، چی خاطره جالبش قصه کنم. یک چیز جالب درباره صدیق جان که همین لحظه به فکرم میایه این است که صدیق وقتی که اول تیم ما را به حساب تیم داخل شده بود، بیخی شکل ظاهریش فرق میکرد نسبت به حال. ریشک داشت، بویکاش دراز بود، ابروگه کای تن تن. من تا روز به روز من کوشش کردم که ریشکش سرش پس کنم و ببینید در یک ریش چقدر تفاوت در چهرهش آمد و سن اصلیش بر آمد که چند سال خوب شد که ابروش پس نکرد و چون زیر 20 از 19 سال است، منتها که در ریش بخی سنش کلان معلوم میشه، نال معلوم میشه که این قوش تو کک است. از خواندن صدیق جان راضی هستین؟ اما قدر که شما در برنامه مخادم شاید بودم که شما بسیار زیاد صدیق حمایت میکردین و بسیار زیاد دوست داشتین که صدیق پیش برد و فعلا در 4 بهترین را پیدا کرده. چقدر اعتماد دارین که صدیق میتونه
اعتماد شما را از بین نبره و لقب آواز افغانستان از آن خود کنه. میفهمین چی؟ اعتماد زیاد دارم به خاطر که یعنی دمق ماهایی که تیر شده، هر هفته اجراهایی که صدیق داشته و قسمی که صدیق قمرای من پیش آمده، ما یعنی 1001% ازش راضی بودیم و بالکل. اما چیزی که میخواستم اما تو شده و هیچ وقت کدام گپ مرا در زمین نمانده، همیشه احترام برم قائل بوده، اجراهایش بسیار در سر استیجالی بوده. ما اگر فکرتان باشه از اول چندین بار این گپ یاد کردم، من همیشه میخواستم که یک پاپ ستاره پیشکش بکنم بر افغانستان، یعنی پاپ ستار که یعنی بتونه آهنگای مست خوب بخونه، آهنگای شاد بخونه، آواز مقبول داشته باشه، در آواز خود احساس داشته باشه. یک چیز بسیار مهم برام است، چون بسیار از کسا هست مثلا میخوانن، خوبم میخوانن، ولی وقتی که احساس در آهنگ نمی باشه، من خودم شخصا هیچ ازش لذت نمیبرم. و او یک چیز بسیار کلان است که در وجود یک هنرمند باید باشه که صدیق داره، به حساب چهره ظاهری داره، چهره استیجی داره، استیج خوب داره، پرفورمنس خوب میتونه داشته باشه در روی استیج. حتی چیزای بسیار کوچک کوچک است که من دربارش فکر میکنم، مثلا وقتی که آواز میخوانه در چهرهش امی فیس اکسپرشن که میگن، یعنی چی میگنش عبد جان، که امروی چهره وقتی که میخوانی چه قسم وانمود بسازی به مردم، وانمود میسازی به مردم که خودت چقدر داخل آهنگت هستی و چقدر مردم میتونی از خود بسازی و چقدر جدی هستی درباره آهنگ خواندنت و چه قسم کلمات بیرون میکشی و ابراز میکنی. یعنی چیزا کاری است که برای من همیشه مهم بوده و تمام این چیزا در صدیق هست و من از میال ایره یک من هست یک سوپر استار میبینم. این که در فاینل چی میشه، همیشه برای من صدیق سوپر استار است. آها تشکر. باز که بایجان الان داداشان چیز نگرده که الان خود خدیجه دیگه امروی آریانا جان شروع کرده قبلت از خانم ماست ما هم تماندیم. خب بایجان شما از اجرای سبحان ندایی چقدر راضی هستین؟ وقتی که دو بهترین تان در برنامه مانده بود، دو بهترین تان وقتی که در برنامه مانده بود، سبحان ندایی و محمد ناصر سروری، خودت چقدر راضی بودی که وقتی توسط آرای بلند مردم سبحان ندایی در برنامه آمد و بهترین آواز شما که محمد ناصر سروری بود و همیشه شما کمکش کرده بودین، همیشه وقتی عقف کرده نداشتین محمد ناصر سروری در برنامه حفظ میکردین، سبحان که آمد اون لحظه چی احساس داشتین؟ ببینید ما از مراحل اول وقتی که انتخاب کردیم، در وجود هر کدامشون یک چیز دیدیم که انتخاب کردیم، هیچ وقت انتخاب ناگهان نبوده که ما دفعتا تصمیم گرفته باشیم بدون کدام دلیل انتخاب کرده باشیم. در وجود هر کدام از اینا یک قدرت بود. ما سبحان روز اولم که آواز شد در گزینش نایزه شنیدم، اما او توانایی را در وجود از این می دیدم، فهمیدم به اون خاطر انتخابش کردم و خوشبختانه این آدم در تیم ما آمد. یکانه چیزی که در وجود از این آدم کم بود که ما زیاد باید سرش کار میکردیم این گپا، مسئله اعتماد به نفسش بود، سرستیش، حرکاتش، جست حرکاتش، یه پا که او کاملا ارتباط میگیره و کم تجربگی یا به حساب کم سر استیج داره شدن این مسئل. و اما روی هم رفته به تدریج هر روز بهتر شد و بهتر شد و خودش بچه با تجربه هم بوده، در موسیقی زیاد تجسس کرده، در 15 اونرها به حساب درس میخونه در شیر موسیقی، از یک فامیل بسیار با هنر می و یعنی تماما چیزهایی در وجودش هست که ما توقع ما بسیار از این بیشتر از این است، چیزی که خودش همین لحظه است. به او دلیل ما کاملا سر از این آدم حساب می کردم از روز اول و بسیار خوشبخت هستم که تا آخر تانستیم اینا رو داشته باشیم. ما یک بار حفظشم کردم، ناصر جان سروریرم چندین مرتبه حفظ کردم. دلیلشی بوده که ما در داخل تیم مشورایی که داشتیم و امکاناتی که به حساب ما در وجود سبحان می دیدم در قسمت گرفتن رای مردم این گپا، به او دلیل ما کوشش می کردم که ناصر جان سروری را حفظ بکنم و اینا را در رای دهی بزن و خوشبختانه تا آخر امرای ما ماندن و ما امیدوار هستم که بتونیم امرایشان بخیر لقب آواز افغانستان را برشان بگیریم و بشه بسیار موفق و پرکار و زحمتکش است. بسیار تشکر، زنده باشین. سبحان جان و صدیق جان هم تو چپ شیشتن میخواییم یک کم برزنام فرانس بتیم که گپ بزنن. اما دوستای عزیز، قبل از اینکه صدیق جان گپایشان شروع کنه، یک پکیج راجع به صدیق جان آماده ساخته که صدیق کی بود و حال به کجا رسیده، تماشا کنیم. دو فرشته خدا را به
سیدی قلاف فرازی، جوان خوشخلق و خوشاوازی که از کابل به برنامه اشتراک کرده. دو یاور او را در مرحله گزینش نادیده انتخاب کردند، اما او آریانا سعید را انتخاب کرد که یاورش باشد. خوبی کار دایی است که من نام خدای قدر شاگرد دارم، کال با دل کلان میتونم بر هر کدام از یک نفر خدا بتونم. مطمئن هستین؟ آفرین. بفرمایید. شد گفتن فاصله میخواهد. در رقابت روبرو حبیب را شکست داد و در برنامه باقی ماند. انتخاب ما صدیق جان است. شبانه های شعران تو را بهانه با. بعد دوبار توسط یاورش حفظ شد. او فرهاد دریا را دوست می‌دارد. بازم خوش آمدین دوست عزیز. تماشا کردین که صدیق جان از کجا شروع کرده بود، چی کرده بود، خودتان تماشا کردین. خب حالا از صدیق جان پرسان می‌کنیم جزئیات بیشتره. صدیق جان، چی باعث شد که خودت آمدی با آواز افغانستان؟ چی باعث شد؟ خب ما تقریبا سنم ده حدود 8 یا 7 ساله بودم در پاکستان. فامیل ما را تشویق میکرد که یعنی من میخواندم کم کم. اونمو بود که آیستا آیستا ما تشویق فامیلم بود که من بتونم پیش رفتم و آرزو داشتم که یک آوازخوان باشم که تمام مردم صرف مرا دوست داشته باشه و مرا از خود فکر کنن. هیلت چی نیو بود که من در آواز افغانستان آمدم و من موسیقی و قدر کار نکرده بودم که با حساب زیاد یعنی میفهمیدم و خوشبختانه در تیم یاورم آریانا جان وقتی که آمدم از اون مرحله 16 بهترین تا این عمل ما یعنی زیاد فرق کرده، وجود خود خودم میبینم. خاطر از اینکه یک وقت میخواندم و قدر نبودم، حالا تمرین میکنیم، هر وقت کار میکنیم، زحمت میکشیم تا اینجا رسیدیم، اما بازم کوشش میکنم که بعد از هم یک چیز خوب داشته باشم تا دل مردم رو بدست بیارم و پیشتر و پیشتر برم. صدیق جان، وقتی که اعلان در تلویزیون طلوع دیدین که همچی یک برنامه داره، قسمه که ما خبر داریم خودت سنف 11 مکتب هستی، چطور قدر سر خود اعتماد داشتی که میتونی تا این مرحله را پیدا کنی کاندید آواز افغانستان باشی؟ ما گفتم تشویق فامیلم بود، همیشه ما را دوستایم همگی در مکتب در خانه در جای میگفتن یعنی اگر اشتراک کنی امکان از یه که پیش بری، اما خودم قدر سر خود حساب نمیکردم و وقتی که آمدم خوشبختانه تا اینجا که رسیدم، اما یام تا اینجا هم که رسیدم ما از برکت یاور ما بوده، به خاطر از اینکه امرای ما زیاد زحمت کشیده، قسم که حالا ما میخوانم سابق نبودم، ایره ما خودم میفهم، اما یام کلش از برکت یاور است. خب صدیق جان، برنامه آواز افغانستان چقدر تغییرات در زندگی تو آورده؟ احساس میکنی وقت بیرون میری مردم میگه که سایکو اشتراک کنندی آواز افغانستان، کدام دفعه دفعه کدام فروشگاه به خاطر خرید لباس رفته باشی برای تخفیف داده باشه؟ گپا شده، اما واقعیت بعد از آواز افغانستان وقت کال ما بیرون میگردم، هموطنایم و هر کس که مرا میبینه شکر خداست که مرا گفتگان تو تشویق میکنن و مرا میگن که ما از خودت حمایت میکنیم. هر چیز همی تشویق مردم هم است که امروز ما تا اینجا رسیدیم، مردم ما با ما واقعیت زیاد رویه خوب میکنن و تشویق میکنن. واقعیت امرای سه بهترین دگه که در تیم یاورای دگه ما امرای کدامش زیاد رقابت داری؟ خرابش رقیب خود میبینی؟ رقابت امرای کدامش داری؟ والا اگه حساب بگم ما تقریبا اینا از ما که زیاد درسشان کلان هستن، ما لبین بیچاره خورد هستم، ما چیز گفتن نمیتونم، اما رقابت که چون ندارم، رقابت اگر داشتم باشم رقابت سالم است. من نظر ما عرصهشان خوب میخوانه و سبحان جان که در پولی من ششتا واقعیت خوب میخوانه، اما عرصهشان از همین سبحان در پولی ششتا بود یکمه که جاتی که گفتی سبحان جان که در پولی میخوانه باز اگان دفعه ما سبحان جان، اگان دفعه آزار میتونم، اگان مزاق یک پات از ما رو دوستم هست، ما دوستش دارم. دوست عزیز، سبحان ندایی هم تو چپ و آرام ششته. قبل از اینکه سر صحبت ها را با سبحان ندایی آغاز کنیم، یک وقفه کوتاه داریم. سلام مجدد به شما عزیزی که امیل از برنامه خودتان پیوستین. دوستا، قسمه که در ابتدای برنامه براتان گفتم، ما دو یاور دوست داشتنی آواز افغانستان با دو بهترینشان داریم، سبحان ندایی و صدیق الله فرازی. خب سبحان جان، امروزشان هیچ صحبت نکردیم، اما تو چپ و آرام است طرف ما سعی میکنم مشنوه که ما چی میگیم. حالا میخوایم با سبحان جان شروع کنیم. سبحان جان، خب دوستا قبل از اینکه امروز سبحان جان شروع کنیم، میبینیم که سبحان کی بود، از کجا شروع کرد و چطور به این مرحله رسید. من قصه دل گویا
سبحان ندایی از کابل اشتراک کرده و در مرحله گزینش نادیده با استقبال دویاور روبرو شد. عبید جاینده و نظیر خارا. بسیار زیاد دوست دارم که طرف جاینده صاحب. او بعد از انتخاب یاورش در مرحله روبرو با بسیر از ولایت هرات به رقابت رفت. عبید از میان این دو سبحان را برگزید. سر و پای آرزویم و در سرایت امشب به نهایت متاثر می باشم که یک شانه هست باید از این برنامه بکنه منتها در قلب ما همیشه هستیم. سبحان جان را نگاه بگیریم. منم ستاره شام. سبحان در برنامه یک بار توسط یاورش حفظ شد. انتخاب کردن در بین از یک کار ساده نیست. ما به این مرحله سبحان جان امرت همه ایران آن چشمان سیاه تو همه ایران آن صورت زیبای تو. دوستا تماشا کردین که سبحان ندایی کی بود، از کجا شروع کرد و چطور با بچار بهترین را پیدا کرد؟ سبحان جان یک نقلت هم گیر کردیم بگویم که تمام دوستای ما بفهمه. چطور؟ خب دوستای عزیز، سبحان ندایی کسی است که همیشه به کمپاینای خود مصروف است، اما یک کار که شعر هیچ افس نمی کنه. چندین بار ما گیرش کردیم سر استیج که من در پایلیش بودم، همیشه شعر رو در کف دست خود نوشته می کردم و تو آیستا آیستا روی دست خود می خواد. چطور است؟ حقیقت داره گپای من؟ نه خیر. خب باز ما ثبوت داریم. نه درست است. من تا بعد از سلام ما باید اینه باید بگویم که تقریبا یک دفعه که من روی دست خود خانم هم دلیلشی بود که در اما آهنگی که ما یعنی بدلم بود امور میخواستم بخوانم او وقتش کم بود، در وقت کم نشد که جور شوه. باز دمور روز کم یعنی دمور روز سبت آهنگ دیگه به ما داده شد که باید او را بخوانم، چون وقتش من خودم وقت مراجعه کردم که باید دینی فلانی آهنگ بخوانم، او نشد، جور نشد. باز به او خاطر در وقت کم آهنگ دیگه که به ما رسید او واقعا مشکل بود. از یک ساعت هم کمتر وقتش بود که ما باید حفظ میکردم موسیقیش خودش و آواز خودش قسم ده او باید جای به جای میکردم. او برام واقعا مشکل بود، به او خاطر فقط یک مرحله باید کارو میکردم. فقط یک باری کارو کردیم. اما دوستا ما براتون ثبوت دارم که سبحان ندایی چندین باری کار کرده. خب سبحان جان قبل از اینکه به واز افغانستان بیاین پیش کدام استاد درس خوانده بودی؟ بله ما پیش یک استاد نه بلکه چندین استاد درس خواندیم. در ابتدا اول ما پیش استاد سلیم بخش استاد بزرگوار ما درس خواندیم، بعدا در پاکستان پیش کسی به نام غلام سخی در تاکال پاکستان درس خواندیم و فعلا در پانزده هنرهای زیبا در پیش استاد وحید ساغر درس میخوانم. خب سبحان جان قسمه که ما اطلاع داریم خودت برادرزادی میگم کسایی که رقم میکنن میگن دیگه دیگه جسیا نمیشه. خب قسمه که ما خبر داریم سبحان ندایی برادرزادی احمد فانوس است. یک بغیر از کاکایتان دیگه که شما را از اعضای خانوادیتان تشویق میکنه که به موسیقی زیادتر علاقه مند شدین و آمدین به وزف افغانستان اشتراک کردین؟ خب چون ما در یک خانواده هنرمند پیدا شدیم و از آن طفولیت بسیار زیاد علاقه داشتیم، چون در اون خانواده به دنیا آمدیم مشوق ما تمام فامیلم بوده. اول پدر بزرگوارم استاد احمد فانوس استاد فاکولته ژورنالیسم، اونا همیشه همراه ما بسیار زیاد همکاری کردن، همکاری میکنن، تشویق میکنن، بسیار زیاد کمی و کاستی را در وجود ما میبینن، همیشه وارا پورا میسازن، یعنی همراه ما همکاری میکنن و برادرهایم شنگ جان فانوس، جا جان فانوس همشان همراه ما همکار هستن. خب سبحان جان قسم که از صدیق جانم پرسان کردم که از بین سه بهترین اشتراک کننده یا برای دیگه ما امروی کی رقابت داره، خودت امروی کی رقابت داری؟ خب ما و صدیق جان پلان کردیم که باید ما رو تاکی دیگر رو بخواییم. خب نیم از حق کردم، واقعا تمامشان خوب میخوانن، هر کس شیوه خدا میخوانه، جاوید جان به شیوه خود بسیار مقبول میخوانه، زبید جان به شیوه خود بسیار جان و من این فهم خدا. یعنی همراه هیچ کس رقابت نداری؟ نه خیر، رقابت ما اگر هستم سالم است. رقابت خب رقابت سالم همراه کی داری؟ همراه تمامشان دارم. خب حالا از آریانا جان پرسان میکنیم. آریانا جان شما وقتی که
اشتراک کننده هایتان به آرای مردمی رفت، بهترین هایتان در جریان برنامه از دست دادین، مثل علی فولادی، موجب الله سحاق، اجمل زهین. و اگر امشب به جای صدیق سلیمان کریمی می بود، آریانا چی میگد؟ خو میخوای نگم گپا از دانمه برای؟ نه خواهش میکنم آریانا جزید که خط از مردم خود دیده بود. اما واقعیت برتان میگم، من در یکی از برنامه هم می گپ وزیتر ساختم بر مردم که مشکل ما اصلا چی بود. شما میفهمین که هر کسی که در تیم ما بودن خودم انتخاب کرده بودم، خودم خواسته بودم که اینو پیش بیان. یک مشکلی که من برای سلیمان جان داشتم و این بود که سلیمان واقعا بر ما بسیار دروغ گفته بود که گلون من آب هوا شانده و آوازم شیشته و ما پیش دکتر میرم دوا گرفتیم جرمشم اینا. و وقتی که چندین هفته و ماها تیر شد و بالاخره پیدا کردم که سلیمان جان گلونش تقریبا از 1.5 سال میشد که همون شیشتگی بود همیشه و اوی جور شدنی نبود، از این خاطر ایچ امکان نداشت که آواز افغانستان شد و سلیمان جان. و من خودم هم نمیخواستم، به خاطر من خودم نمیخواستم که زیر سوال مردم برم که چطور تو یک کس یعنی پشت کردی که آواز افغانستان شد. از این خاطر من بسیار واقعا به تشویش بودم از این گفا. یعنی واقعا وقتی که علی را از دست دادم و اجمال از دست دادم و مجیب از دست دادم، برای من بسیار متاسف کننده بود. یعنی من وقتی که دفعه آخر وقتی که سلیمان جان از شو برآمدن، من احساس کردم که تقریبا 5 هفته آخر میشه که ما هر هفته جگرخون شده ایم. بیخی همی برنامه در جانم این نشیشته بخاطر اینمی مسئله. و ای کاش که سلیمان جان همی مشکل نمی داشت، بخاطر که من همیشه در برنامه گفته بودم که از نگاه خواندن آواز خواندن مشکل نداشت، یعنی بسیار خوب میخوانده میشه، هیچ یعنی بی عیب میخوان، یعنی بی سر نمیشد، اما تو قوی میخواند. ولی گلون بسیار یک چیز مهم بود و هم آواز افغانستان، شما میفهمین. ای کاش که تو نمی بود، یعنی من خوش میشدم، بخاطر به من بتفاوت بود که کی هر کس که پیش می آمد، چون همه گیشان من خودم انتخاب کرده بودم دیگه. از این خاطر وقتی که بازم یک تشکر خاص از تمام مردم افغانستان، از تمام عزیزا که بر صدیق جان رای دادن و بالاخره صدیق پیش آمد، یعنی کسی بود که من واقعا میخواستم که صدیق باید در 4 بهترین برایه، به خاطری که مثل که همیشه گفتیم من صدیق بسیار سرش اعتماد دارم، یعنی از هر نگاه لیاقت زیر داره که آواز افغانستان شوه. و من همیشه جالب دیسته که خود صدیق در خود میبینم و خود در صدیق، به خاطر مثل که شما شنیدین مثلا بچگک های دیگه که هستک سبحان جان و زبیر و اینا، فکر کنین که چندین سال است که پیش استاد رفتن درس خواندن اینا. من خودم امیال پیش مردم شرم ندارم که گپ بگویم که ما هیچ وقت استاد نداشتیم و خودم به مو چیزی که خداوند برم داده با استفاده از اونمو تا به اینجا تانستیم که یعنی بسیار کمبودیا دارم، بسیار کوچک هستم هرچی که هست، ولی بازم تانستیم که کوشش بکنم خودم تا یک جای خدا بدون استاد برسانم. و دقیقا صدیق همطور است که هیچ وقت استاد نداشت و خداوند یک استعداد خدایی برش داده که این میال هیچ کمبودی در وجود از این من نمیبینم که کمبودی داشته باشه، یعنی از هر نگاه خوب است، سر داره، لای داره، استیج داره، آواز مقبول داره، احساس داره، یعنی از هر نگاه. از این خاطر صدیقه ما بسیار خوش هستم و گفت که گفتی واقعا اگر سلیمان جان می بود خوش نمی بودم واقعا. خواهی آلا میاییم آبا جان، اگر تا 4 بهترین صلاحیت افس کردن اشتراک کننده به دست شما می بود که یک اشتراک کننده باید آواز افغانستان شود و او را آبا جان باید تعیین کنه، و خیر از سبحان ندایی از بین 3 یاور دیگه 3 اشتراک کنندهش که مانده، کدام اشتراک کننده را خودت از دید خودتان که یک یاور هستین آهنگ خواندن، کدامش لیاقت و شایستگی را داره که آواز افغانستان شود از دید شما؟ بغیر از گروپ بغیر از گروپ خودت از اول تا چهارم خمی سبحان است، باز باز از این شکل باشی که من چرت بزنم. ولی هر کدامشان شب نام خدا همشان استعداد هستن، من برای همشان خوش هستم، فرق نمی که نظر تیمی که باشه، صدیق جان باشه، جاوی جان باشه یا زبیر جان سرود، هر کدامشان شب من برشان سخت به حساب آرزوی موفقیت میکنم، کلشان رو به یک دیده میبینم جدا. بسیار تشکر آرینا جان نازنین،
آبای جان و دو اشتراکنندی دوستشانی ما از هر چهارتان بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، آمدین راجع به اشتراکنندها صحبت کردین. بخیر فردا شب اعلان نتیجه معلوم خواهد شد که از تیمی کی لقب آواز افغانستان میگیره. از شما تشکر. زنده باشید. دوست عزیز، قبل از اینکه خارا صاحب و قیجان و الفت در برنامه بیای با دو اشتراکنندی دیگه یک وقفه کوتاه داریم. بازم خوش آمدین دوست عزیز. سلام و مجدد به شما عزیزی که همین لحظه به برنامه خودتان پیوستین. دیاور دیگی ما قیز جان الفت و نصیر جان خارا با یک یک بهترین اشتراک کننده ایشان بسیار ازت خوش آمدین. سلام، خوش باشین. خب ابتدا از قیز جان شروع میکنیم. قیز جان، شما فعلا یک بهترینتان از 16 بهترین دارین. یکی زبید سرود فعلا در کنارتان چیشته، چه احساس داره؟ احساس خوشی دارم. البته چیزی که در ذهن خود داشتم همو کار شد. مردم واقعا به کسی رای دادن که دوست داشتن. البته تیم ما همه اشتراکنداشون بسیار خوب میخواندک و همین چهار آخرش که ماندن، باز دو بهترینش که ماندک، واقعا از دو بهترینش من انتظار بودم که انتخاب مردم چی میشه که باز من کدزو هم کار باشم پس در مرحله آخر اینا بخوانم. زبیجار که آمد واقعا بسیار خوش شدم، بسیار خوب میخوانم. هر نوع آهنگ بسیار به سیستمش به کل کشفشش بسیار خوب میخوانه واقعا. و من از انتخاب مردم واقعا خوش هستم. اینا میخوایم یک تشکری هم کنم از دوستا، کسی که برای زبیجان رای دادن یک جهان تشکر. لیکن تا حال نه، شما میخواین که زبید و قیس الفت برنده آواز افغانستان شوه، رای داده برین که تا که قیس الفت و زبید سرود برنده آواز افغانستان شود. تشکر. از خارا صاحب پرسال میکنیم. خارا صاحب ابتدا از خوشی شروع میکنیم. شما از ابتدایی که به برنامه آواز افغانستان من حیث یاور آمدین، چی خاطره جالب دارین هم از اشتراک کننده هایتان هم از یاورا؟ یه خاطره جالبتان قصه کنید. اول خود سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون و مخصوصا برنامه آواز افغانستان و یک بار تشکر میکنم از تمام مردم نازنین افغانستان که به تیم ما تا فعلا رای دادن. والا خدیجه جان، خاطره های بسیار زیاد دارم هم از شاگردها، از اشتراک کننده و هم از یاورا. ما دیگه در وقت نان خوردن هستیم، مستم و عبید جان است، قیز جان است و آریانا جان. ما دیگه اسمس میکنم برای کسی که در پولیم بر عبید جان زنگ میه. خب بر عبید زنگ میه و صدای احمد فانوس است که میگه فکرت باشه سبحان یک آهنگ جاوید شریف میخونه. اینمی در گروپ تو میای فکرت باشه. ما خو ای گپ فهمیدم دیگه. خب در برنامه که اومدیم چون که عبید پولیم بود، باز نوبت چی رسید؟ نوبت صفحان که رسید. من خود میفهمیدم چون که آهنگ جای جان رو میخوان دمی اصنا من خود پیش کشیدم که نشان به تو میرن در مرحلی گذرینش نازی. البته من میخوایی میره دیدم که عبیدم پیش آمد آجل. خب ما آرام که در قسمی شستم عبیدم آرام قسمی تخی کرده زدم. بازم اون بود که برای صبحان هم چوکی ما دور خورد، هم چوکی عبید جان دور خورد، هم چوکی قیز جان بخیرم در خورد از خودم فکر. یا هیچ یادت نیست دیگه؟ من حالا یادم نیست قدر زیاد. باز بالاخره همون قسمی که بود همون قسم شد. خب بسیار جالب بود برای من ولی تا فعلا قصه نکرده بودم. برای عبید جان اینال عبید جان اگه بشنوه برایش بسیار جالبم. تشکر. قبل از اینکه صحبت های من با جاوید یوسفی آغاز کنم، یک بار تماشا میکنیم که جاوید کی بود، چطور به این مرحله رسید. دل از مو بردی دل بر دل از مو شد از تو زارو افتر دل دل از مو. جاوید یوسفی برای به دست آوردن لقب آواز افغانستان با هزاران امید و آرزو از کابل وارد برنامه شد و دو یاور او را انتخاب کردند. اگر می رقم ستایل باش از خودت، اینا تو آهنگا برای خودت من ارنج میکنم، اینا تو آهنگا رو برای خودت پرودوس میکنم. هر کسی که انتخاب بکنی آزاد است. آزادانه ما می خواهیم امرای یوسف فرار درس که ای دیده بمارو. در مرحله روبرو با سمیر خالقی رقابت کرد. او بعد از مراحل سخت و دشوار برنامه با مرحله یک قدم تا قهرمانی راه یافت. کسی که میتونه در این برنامه کت ما پیش بره بر نبرد بزرگ 32 نفری او از آقای جاوید.
بازم خوش آمدین دوستای عزیز، تماشا کردین که جاوید یوسفی از کجا شروع کرد و چطور به چهار بهترین را پیدا کرد. یک گپ دیگر هم براتون میگم دوستای عزیز، در ضمن از اینکه جاوید یوسفی یک آوازخوان بسیار خوب است، در ضمن از اینکه یک فوتبال هم بازی میکنه، یک بازیکن بسیار خوب است در تیم در یکی از تیمای محلی، البته به گفته خودشان. و یک گپ بسیار جالب که کامپیوتر ساینس میخونه، کاملا مخالف با اینکه موسیقی کار میکنه. خب از جاوید جان پرسان میکنیم، جاوید جان خودت کمپیوتر ساینس میخوانی و ورزشکار هم هستی، چطور شد که موسیقی را انتخاب کردی؟ اول سلام خدمت شما، خدمت دارای عزیز تقدیم میکنم. بعدا به جواب سوال شما این رقم بگویم که خب بعد از اینکه مکتب خلاص شد بازمی امتحان دادم، چون رشته مورد علاقه ام است کمپیوتر ساینس، کامیاب شدم. در یک از پانتنهای شخصی درس میخوانم دیگه. فوتبال هم یکی از ورزش‌هایی است که بسیار زیاد دوستش دارم، همیشه بازی میکنم، در یک از تیم‌ها فوتبال بازی میکنم، بسیار علاقه‌مند فوتبال هستم. دیگه هنر موسیقی خب عشق علاقه ام است. تقریبا 5 یا 5.5 سال میشه که من موسیقی کار میکنم به شکل مسلکی و غیر مسلکی. خب از اعضای خانوادهتان خودت کی زیاد تشویق میکنه که موسیقی را ادامه بدی؟ خب خانواده روشن است که من افتخار میکنم که یک خانواده دارم دیگه. تمام فامیل مرا تشویق میکنه در موسیقی، در کارهایم، در ورزش، و دوستایم زیادتر تشویق میکنه مرا به موسیقی. خب جاوید جان، واسه تمام از اشتراکنده های دوگان پرسان کردم، چهار بهترینه که فعلا در برنامه مانده کندید آواز افغانستان است، خودت همراهی کدامشان زیاد رقابت داری، رقیبت احساس میکنی که گویا او در فاینال خودت شکست بده و بیشترین آرا را او از آن خود کنه؟ خب ما باید بگویم که ما خودم شخصا با آرزوی خود رسیدیم، یعنی به مو مقامی که میخواستم رسیدیم، اما این آرزوی مردم ما است، کسایی که بر ما اعتماد کرده رای داده دیگه، این آرزویشان است که ما باید آواز افغانستان شوم دیگه. ما تلاش میکنم که تیم خود را قهرمان کنم. بخیر قیزیان، خودت همیشه برای جاوید یوسفی نصیحت میکردی که غیر از آهنگای ازارگی باید یک آهنگ پشتو دری بخونه، به دلتان کرد خان کدام آهنگ پشتو؟ یعنی بسیار مقبول خواندن. البته من خواستم یک مسئله را یاد کنم که در یوتیوب یا در فیسبوک گپای شده که مردم فکر میکنن که من کدام دشمن جاوید جان هستم. این گپ ایت نیست، جاوید واقعا دوست دارم، آوازش دوست دارم، بسیار یک بچه با استعداد هست. من صرف چون کمی لقب آواز افغانستان، لقب آواز افغانستان است، و من خواستم که جاوید آهنگای از دیگه زبان هم بخونه، فارسی باشه، چی پشتو باشه، چی ازبکی باشه، که در فاینال خواند ازش بسیار خوش هستم. نشان داد که این آهنگا را میتونه بخونه و بسیار با زیبایی خواندش و ازش خوش هستم دیگه. کدام گپ دیگه در دلت خو نیست؟ اگر از همیاله بگو کبرش همیاله از کل دوستا بفهمه. نه خواهش میکنم، دوست داشتم، صرف اینمی نظری من بود، چون که ما یک یاور هستیم، چیزی رو که میبینیم باید در دل نگیریم. من همه طور چیزی که در قلبم بود همو صحبت بر خودت انجام دادم، گفتم تک اگر بازم حاضرده میشی من کدام گپ نیست، تک همین چیزی که غلطی کردی اونم غلطی تمه جور کردم، یعنی که خواندن ازارگی کل وقت خواندی، خواستم که یک آهنگ پشتو بخونی که بسیار گپ خوب است، یا گپ خواندن فارسی که کل از دیگه ملت هم شما رو بشناسه، بشنوید آوازهایت رو بشنوید، خواندنهایتان رو بشنوید، گپ خوب است به نگاه من. دوستان قبل از اینکه سر صحبت با زبید سرود آغاز کنیم یک وقفه کوتاه داریم. سلام و مجدد، بازم خوش آمدین دوستان عزیز. قبل از اینکه سر صحبت را با زبید سرود آغاز کنیم، یک بار تماشا میکنیم که زبید کی بود، از کجا شروع کرد و چطور بچار بهترین را پیدا کرد. اگر می شد که دردم را برایم. زبیر سرود از شهر کابل وارد برنامه آواز افغانستان شد. صدای زبیر دل هر چهار یاور را لرزاند و هر چهار یاور او را انتخاب کردند. اما زبیر که عاشق کار قیس الفت بود، او را برای یاوری برگزید. گلتان دوست دارم، عبای جانم دوست دارم، نسی جانم، استاد عزیزان، آریانا جانم، و می خواهم تیم قیس جان باشیم. چی از یاد فراموشم، زهر دوری تو می نوشم. او
در مرحله روبرو توانست جاوید را شکست بدهد و پیروز گردد. کسی که ما میخواهیم که قدمه برن در این مرحله در مرحله دیگر پیشتر باشه زبیر جان سود. زبیر با وجود که توسط یاورش حفظ نشد باز هم به تلاشش ادامه داد و رأی شما را به دست آورد و حالا به مرحله نهایی راه یافته. دوستان تماشا کردین که زبید سرود از کجا شروع کرد و چطور به چهار بهترین را پیدا کرد. حالا از خودش پرسان میکنیم زبید جان چطور شد که به برنامه آواز افغانستان اشتراک کردی؟ اولتر از همه سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده ها عزیزی که همین لحظه ما را میبینن و سلام تقدیم میکنم به دوی آور مهربان. ما وقتی که در برنامه آواز افغانستان اشتراک کردم باور کنین ما پیش از اون موسیقی کار میکردم و احساس از زیر نداشتم که ما قدر پیش برم و مردم مرا بپذیرن بر مرای بتن. واقعا ما از مردم خود بسیار خوش هستم. یک برنامه بسیار خوب، برنامه بسیار جالب بود که ما را مطرح ساخت پیش مردم و ما بسیار راضی هستم از برنامه و خوش آمدستم که در برنامه نهایی را پیدا کردیم. زبید سرود در بین سه اشتراک کننده دیگه کی رقیب خود میبینه؟ رقیب ما برنامه رقابتی است اما ما رقابت دارم امروزشان رقابت بسیار سالم رقابت است که در بین ما اگر از هر کدام ما که آواز افغانستان شویم ما وقت جای رسیدیم که مردم ما رو میشناسه جای خود پیدا کردیم مردم ما رو شناخته رقابت تو فکر نکنم که کارشون داشته باشم. بسیار تشکر خارا صاحب. قیجان الفت از ابتدای برنامه آواز افغانستان تا می دم میگه تیم ما تیم شیران است. همین نام تیم شما را من نفهمیدم. یک روز شوخی میکردیم همراه آریانا جان. این میگفت تیم ما شیراز، باز آریانا جان میگفت که از ما اجداراز. ما سعی کردیم گفتم از ما دایناسور است. خاک رفته. چی میگه قیجان؟ ما تیم افغان زمین است. افغان زمین. دوستا صحنه بسیار جالب قیجان الفت که همیشه از سر لایگب میزنن امروز امشب براتون یک خنده باسر میکنه. تمرین دایفرام است البته. اوکی. بر خودت یاد میتم. خب. از پشتم باز بگی. خب. اگر نتونستم بسیار مرا ببخشید بختر که. سر به سر بالا میریم. خب. خب. میشه امین امروز زبر تمرین کنی؟ نه دیگه کی سوال از ما کردی نگریز از اینجا. خب یک دقیقه باش. خب. به خاطر پرسان کردم که برای مردم گنگ نمونه به خاطر که برام جالب بود. خود سر دیگه مسا ها 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 آدینس انتظار بود که ما درایم ولی چون هفته قبلی یک نزاکت پیدا شد که آرینا جان مگر نمیزد مگر نه صداش میکنم که آرینا پیش بود اول بود صدا میکنم که آرینا جان صبر کو که عصیب کار داره که ما اول درایم که مردم اول ببینن لباسای سفید ما رو متاسفانه نشدی که اگر بزنم تازواری آرینا جان بسیار میترزی ای قوره یاد کردی ما رو یاد نکردی اندیوالتا ای خدا نه افتخار میکنیم به خاطر که در این تیم ما یک دختر خانومه که با هزار مشکل با صد استراب واقعا مشکل است افتخار کلگیست آفرینش آفرین که
حاضر میشه، در معذر آم میخوانه، گب میزنه، نقد میکنه. این بسیار کلان جای افتخار است برای کلگی واقعا، چون که شما میفهمین در عرصه هنر موسیقی، در عرصه هنر سینما و در بخشای فرهنگی ما دختر خانم‌ها را کم داریم. همون کسایی که حاضر میشه پس یک افتخار بزرگ است بر ما. از او خاطر هر چی بود در برنامه گذشت و ما هیچ گونه کدام کینه و همچنان خود آرانا جان هیچ گونه کدام گپ نداره. همونطوری که ما چهار نفر در روز اول آمدیم در این برنامه خواستیم که دست به هم بتیم یک برنامه جالب بشه، تا آخرم مثل یک دوست، مثل یک رفیق هستیم. یک گپ میخواستم یادآوری کنم که بباره زبید سرور، گپای شما بسیار عالی بود. زبید سرور از یک هنرمند فامیل هنرمند هستند که بچه مامایش البته دل آقای سرور تو را یک دم اگر تنها ببینم. بسیار آهنگ زیباشون بود که دیگه بچه مامایش بچه جان و وفا، البته بسیار آوازخوانای خوب هستن. دیگر من میخواستم البته یک زمزمه از زبید سرور بشنم و یک زمزمه خاص از آقای جاوید. صحیح سک؟ همینطور اینه با پشتو بخونه آه همگشتو پشتو بگی. تو را یک دم اگر تنها ببینم، تو را یک دم اگر تنها ببینم، تمام لذت دنیا ببینم، چی خواهش تو را ای فتح جان، با کام این دل شیدا ببینم، با کام این دل شیدا ببینم. این حال پس برو در این بیروی بخونی اکاندن. نازول لیلا را شا دی مجنون گریوان تا گورا، نازول لیلا را شا دی مجنون گریوان تا گورا، دی بارانو مرغلارو که دیو خو فواره دی، استاد استرگو بالا واخلم بیاد استرگه ولی سری دی. بسیار تشکر. سلام مکول بیرونی بتوان. تشکر. گمکوی بسیار چیزین در گلونه جاوید جان است. والا آفرین بار کردن. بسیار تشکر خراس از شما قیز جان و از شما دو نفر اشتراک کننده. دوست عزیز فردا شب اعلان نتیجه را فراموش نکنین. از چهار بهترین از علی آور ما یک اشتراک کنندهش که مانده، فردا یک نفر میتونه با آرای بلند شما لقب آواز افغانستان از آن خود کنه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.